خب یه نگاهی بکنیم به مقاله 82 فدرالیست. ترجمه اولین ترجمه رو ببینید لطفاً، چون من این مقاله ها رو که نگاه میکنم ترجمه رو طوری میکنم که اگه چیزی توی اولین ترجمه فراموش کردم یا کم گفتم اینجا اضافه میکنم. رو حساب احتمال داره به این سری دوم فقط گوش بدید معنای کامل رو نرسونه. حالا بذار یه ذره از این مقاله رو بخونم. The erection of a new government, whatever care or wisdom may distinguish the work, cannot fail to originate questions of intricacy and nicety. And these may, in a particular manner, be expected to flow from the establishment of a constitution founded upon total or partial incorporation of a number of distinct sovereignties. اگر دولتی رو بخوای راه بندازی کارش طول داره تا همه اعضاش با هم دیگه پیوند بخورن، خوب با هم دیگه کار بکنن، مخصوصا وقتی که حاکم یا حاکمیت در دست بیشتر از یک نفر هست. این sovereignty رو که میگه، خب فدرالیزم یعنی چی؟ یعنی dual sovereignty دیگه، یعنی دو تا دولت با شما سر کله دارن، یکی ایالت دولت فدرال، یکی دولت ایالتیتون. دو تا قانون شامل حال شما میشه و شما میتونید با انتخاب نمایندگان این دو قانون رو بنویسید. یعنی منشأ قدرت شمایید، خب، ولی از اون ورم موظفید که از این قانونا اطاعت بکنید بهشون و تا جایی که این یه قسمت چون خودم دارم میگم، تا وقتی که حق طبیعی انسان رو نگیره. چون دیروز یادتون باشه یه اشاره‌ای کردم به این حق نترال لا، که البته تو این مقاله های ذره طور دیگه نگاه میکنن. من خودم شخصا میگم اون حق طبیعی، حق ذاتی انسان یه چیزیه که دولت با آدم نمیده که دولت بتونه بگیره. یه چیز آدم به دنیا میاد، این کرامت انسانی باشه، دولت هم نمیتونه اینو بگیره. حالا بگذاریم، برگردیم به خود مقاله. It's time only that can mature and perfect so compound a system can liquidate the meaning of all the parts and can adjust them to each other in a harmonious and consistent whole. ببینید هول رو قصدن با حروف بزرگ نوشته، WHOLE. بعد این liquidate معنی امروزیش نمیشه، این میشه explain. خب explain in a good way. Elucidate روشن کردن، معنیش رو روشن کردن. پس میگه فقط با زمان طول میکشه که اینجا بیفته این دولت و یواش یواش قسمت‌های مختلفش بیشتر برای مردم آشنا بشن. Such questions accordingly have arisen upon the plan proposed by the convention and particularly concerning the judiciary department. The principle of these respect the situation of the state courts in regard to those causes which are to be submitted to federal jurisdiction. Is this to be exclusive, or are those courts to possess a concurrent jurisdiction? If the latter, in what relation will they stand to the national tribunals? These are inquiries which we meet with the mouths of men of sense and which are certainly entitled to attention. خب این پاراگراف و این حرف رو برای چی میکشه؟ به خاطر اینه که میگه فقط تو قانون اساسی آمریکا
حرف از یک سوپریم کورت، دادگاه عالی عالی، بالاترین دادگاه آمریکا صحبت میکنه. بعد میگه این کنگره است که میتونه اینفیریر کورتس رو درست بکنه. یادتون هست دیروز صحبت میکردیم اینفیریر منظورش پایین تر ذلیل تر به این معنی نیست، منظورش دادگاه هایی که یه رتبه پایین تر از سوپریر کورت یا سوپریم کورت هستن. خب دادگاه های فدرالی که یه رتبه پایین تر هم. چه دلیل؟ دلیل این که وسعت مملکت گنده بوده، اون حتی اون زمان با اسب و گاری و اینا بالاخره آدم نمیتونه به تمام پرونده ها برسه. یادتونه راجب سیرکت کورت حرف زدن، گفتم سیرکت رو اصلا اسمشو به این دلیل انتخاب کردن که اینا قضات مجبور بودن سوار اسب بشن برن قسمت های مختلف که یه دادگاهی یه روز مثلا در ماه، یه دادگاهی برای اون منطقه آمریکا به پا کنن که این قاضی بره اونجا قضاوتشو بکنه. بس به خاطر این داره اینجا میگه که یه سری چیزها رو بایستیم بیاد دادگاه عالی بهش رسیدگی بکنه، ولی آیا چیزهایی هستش که دادگاه ایالتی و دادگاه فدرالی با هم concurrently یعنی همزمان با هم دیگه کار بکنه؟ خب the principles established in a former paper، مقاله فکر کنم 31 میگه teach us that the states will retain all pre-existing authorities which may not be exclusively delegated to the federal head and that this exclusive delegation can only exist in one of three cases where an exclusive authority is in express terms granted to the union or where a particular authority is granted to the union and the exercise of a like authority is prohibited to the states or where an authority is granted to the union with which a similar authority in the states would be utterly incompatible. یه حالت هایی هستش که ما دولت های ایالتی باید خودشون رو بکشن کنار. مثلا مشخصه. یه جایی تو قانون اساسی گفته شده که این برنامه پرونده هاش رسیدگیش فقط به دست دولت فدرال، دادگاه های فدرال هست. و سه حالت رو در میون میگیره، با ما در میون میذاره. Though these principles may not apply with the same force to the judiciary as to the legislative power, yet I'm inclined to think that they are, in the main, just with respect to the former as well as the latter. And under this impression, I shall lay it down as a rule that a state court will retain the jurisdiction they now have unless it appears to be taken away in one of the enumerated modes. پس دادگاه های ایالتی پرونده های رو به قدرتی که بهشون داده شده دستشون هستش ازشون گرفته نمیشه. اون پرونده های رو که تا حالا میدیدن میتونن دو مرتبه ببینن و بهش رسیدگی بکنن. فقط اگر این enumerated کیس هستی، میگه این دو ستا حالتی رو که ما گفتیم که دادگاه های ایالتی نمیتونن بهش برسن، میگه غیر از این سوالت دیگه تمام پرونده ها رو رسیدگی شما میذاریم دست دادگاه های ایالتی. میخواد ترس اینایی رو که از دولت فدرال میترسیدن، میگفتن اینا میخوان قدرت رو قبضه بکنن و اینا، ترس اونا رو بگه واقعا بی خود میترسید شما. The only thing in the proposed constitution which wears the appearance of confining the causes of federal cognizance to the federal courts is contained in this passage. که تنها جایی که تو این قانون اساسی حرف مستقیم اومده راجبه دادگاه فدرال کورت و اینا گفته the judicial power of the United States shall be vested in one supreme court and in such inferior courts
as the Congress shall from time to time ordain and establish. سم حرفی رو که اول این ویدیو گفتم از خود قانون اساسی نقل قول میکنه، میگه والاترین دادگاه این دادگاه سوپریم کورته و یه رتبه پایین تر اون دادگاهایی که کنگره شال اوردین اند استابلیش چیکار میکنه؟ بهشون روح قضایی میده، یعنی میگه اینا دادگاه‌های رتبه یه ذره پایین تر از این سوپریم کورتن و دادگاهایی هستن که کارشون رسمی از نظر کنگره آمریکا و حرفشون هم رسمی رسمیه. یعنی از نظر قضایی رسمی ترین کار رو به عهده‌شون میدیم و اگه ایرادی پیش اومد، البته اینجا تو این جمله اینو نمیگه، آخرش کار میکشه به سوپریم کورت دیگه. خب حالا پس بریم قسمت بعدی. من چون توی ترجمه اولم نبرای ترجمه‌ام زیاد متن اینو نخوندم، گفتم یه ذره از متنشو براتون بخونم.